به پرونده منیر عربشایی و یاسمن آریانی در این هفته خواهیم پرداخت. خب سود جان، یه فایلی من برات فرستادم، اول اون صدای اون فایل رو با هم بشنویم، صدای یاسمن هست و بعد بریم به سراغ پروندهش. حتما. وارونه به این قشنگه میاد حجاب میخوام چی کار؟ من یه سمن آریا منو گرفتن. صوتی بود که فرستادین آقای طواف. خب اگه بخواین من میتونم وارد خلاصه ای از این دو عزیز بشم و ادامه برنامه باشه. بله بله، خلاصه مختصری از پروندهشون بگید که بعدش ما دیگه در خدمت آقای فرزاد آریانی باشیم و خانم مسیح علی نژاد هم که تشریف آورد. بفرمایید. حتما. من فقط پرونده این عزیز رو ادغام میکنم، با هم میگم که خیلی از مواردش مشترک بوده، بنابراین با هم میگم در مورد هر دو عزیز. منیره عربشاهی متولد 12 مرداد 1341 هستند. ایشون فعال مدنی زندانی و از جمله مخالفان حجاب اجباری در ایران هستند. پیشتر 2 سال مجری برنامه بهداشت رادیو بودند و همچنین طی آن مدت در زمینه نمایشنامه نویسی رادیو هم فعالیت داشتند. این فعال مدنی همچنین در برنامه های اجتماعی حوزه کودکان کار به عنوان گزارشگر مشغول فعالیت بودند. یاسمن آریایی فعال مدنی و دختر منیره عربشاهی هستند. ایشون متولد 18 ماه 1374 هستند. یاسمن آریایی اولین بار در تاریخ 11 مرداد 97 در جریان اعتراضات سراسری مرداد ما در تهران که در اعتراض به شرایط رو به افول اقتصادی و فساد بوده بازداشت شد و به اتهام اخلال در نظم عمومی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد که نهایتا در تاریخ 25 بهمن همزمان با موج آزادی زود هنگام زندانیان از زندان اوین آزاد شده بود. یاسمن در مورد آزادی زود هنگامش که البته تنها 2 ماه در واقع آزادی زود هنگام بوده به خط صلح گفت که از نظر من این اف یک نمایش بوده، چرا که میخواهند چهره خودشان را در جوامع بین المللی خوب نشان دهند. میخواهند بگویم ما به زندانیان سیاسی و کسانی که بر علیه ما صحبت میکنند عفو رهبری میدهیم. فقط 2 ماه تا پایان حکم ما باقی مانده بود که آزاد شدیم، آن هم ساعت 10 شب که مقابل زندان اجتماع یا تجمعی صورت نگیرد. این در حالی است که مریم اکبری منفرد از سال 88 در زندان است، 15 سال حکم دارد و همچنان باید در زندان بماند. اگر قرار است عفوی بدهند، آن عفو باید به مریم اکبری منفرد داده شود. به ما که 2 ماه مانده بود تا آزاد شویم عفو میدهند. یاسمن در تاریخ 17 اسفند 97 برابر با 8 مارس 2019 در روز جهانی زن به همراه مادرش منیره عربشاهی و همچنین مژگان کشاورز کلیپی رو از خودشون در فضای مجازی منتشر کردند که در آن مشغول به دادن گل به زنان محجبه در متروی تهران بودن. من اینجا پرانتز باز کنم، همونطور که آرش جان پیشتر اشاره کردن، الان خانم مژگان کشاورز بعد از تحمل 2.5 سال حبس مهر ماه به مرخصی اومدن که اون مرخصی به آزادی منتهی شده. در پی این اقدام یاسمن در تاریخ 21 فروردین 98 بازداشت میشه و به بازداشتگاه وزرا در تهران منتقل میشه و روز بعدش مادرش منیره عربشاهی هم بازداشت میشه و به بند 5 زندان قرچک ورامین منتقل شدن.
جلسه دادگاهشون بدون حضور وکیلشون امیر رئیسیان برگزار شد. امیر رئیسیان، وکیل مدافع یاسمن و منیر عرب‌شاهی به هرانا گفته بود که در جریان بازپرسی در دادسرا و جلسات دادگاه به هیچ عنوان اجازه ورود به وکلا را نداده بودند. این دختر و مادر زندانی مرداد ماه 98 توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه میشن و هر کدوم از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا به 16 سال حبس تعزیری و در مرحله تجدید نظر هر کدوم مجموعاً به 9 سال و 7 ماه حبس محکوم شدن که با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اشد مجازات باشه 5 سال و 6 ماه حبس تعزیری در خصوص هر کدومشون قابل اجراست. 22 مرداد 98 از زندان قرچک به بند زنان زندان اوین منتقل شدن. یاسمن در تاریخ 30 مرداد ماه 99 به همراه مادرش منیره عرب‌شاهی از بند زندان اوین به زندان کچوی کرج منتقل میشه. 23 آبان ماه یاسمن در زندان به کرونا مبتلا میشه که به همراه 5 نفر دیگه به سلولی به مساحت 12 متر مربع بدون دسترسی به امکانات پزشکی منتقل میشه تا بعد از 15 روز و منفی بودن تست کرونا در واقع به بند بازگردانده بشه. مادرش منیره عرب‌شاهی در تاریخ 13 اردیبهشت ماه از زندان کچوی کرج با تودی وثیقه 500 میلیون تومانی به مرخصی درمانی اعزام شده بوده که در 1 مرداد ماه بعد از انجام جراحی و تخلیه غده تیروئید به زندان برگردانده میشه. همچنین در تاریخ 9 مرداد ماه در پی وخامت حالش از زندان کچوی کرج به بیمارستان اعزام شده بوده و 1 روز بعد رسیدگی پزشکی و تنها پس از انجام آزمایش از بیمارستان به زندان کچوی کرج دوباره بازگردونده میشه. نهایتاً در تاریخ 13 مرداد ماه به مرخصی استعلاجی اعزام میشه و همچنین 2 روز بعدش یاسمن نیز به مرخصی اعزام میشه و هر دوی این عزیز در تاریخ 12 مهر ماه با پایان مرخصی به زندان بازگردانده میشن، با اینکه خانم عرب‌شاهی همچنان مراحل درمانش به پایان نرسیده بوده. بعد این مرخصی بود که در واقع یاسمن و مادرش هر دو از مرخصی محروم میشن. این امر با دستور رئیس شعبه 4 واحد اجرای احکام بوده و به بهانه فعالیتشون در زمان مرخصی و مراجعه فعالین سیاسی به منزل این شهروندان جهت ملاقات با این عزیزان بوده که خیلی از اون ملاقات ها اصلا به عنوان ملاقات بعد عمل جراحی خانم عرب‌شاهی بوده. خانم عرب‌شاهی پیشتر هم یه بار محرومیت دیگه باشون مواجه شده بود از زمانی که دخترشون به کرونا مبتلا شده بود در 28 آبان ماه زمانی که کلن دخترشون در یه سلول مجزام نگهداری می شده ایشون از ملاقات با خانواده محروم کردن چون که فقط به پوشش مضاعف و اجباری چادر در زمان ملاقات اعتراض کرده بوده و این در حالی بوده که پیشترش رئیسی مدعی شده بوده که پوشیدن چادر برای زندانی ها اجباری نیست. من یه اشاره کوچیکم به یکی از نامه های یاسمن بکنم از داخل زندان که در دومین سالگرد قتل علیرضا شیر محمد علی در بخشی از نامش نوشته بود: دریغ که احکام غیر انسانی بیدادگاه نظام با حبس تو آرام نگرفت، چون باز هم از شهامت و قدرت تو وحشت داشتن، پس چاره را در مرگت یافتن و کمر به قتلت بستن. به شیوهی ناجوان مردانه مانند تمام آزاد مردان قهرمان در طول تاریخ مبارزاتی، گرچه به خاطر شرایط از حضور در مراسم عزاداریت محروم شدم و نتوانستم مرهمی بر دل داغدار مادرت باشم، اما مطمئن باش همچنان در راهی که در پیش گرفته ایم استوار هستیم و به زودی شاهد مجازات همه کسانی که ناجوان مردانه در دل زندان جان تو، جان ساسان نیک نفس و نوید افکاری را ستاندند خواهیم بود. یاسمن و مادرش هر دو همچنین از امضا کننده های نامه 17 نفره‌ای بودند که در جلسات قبلی هم بهش اشاره کردیم که در مهر ماه 98 منتشر شد و در اون نامه از زن ستیزی رژیم و جدال حکومت با مادران دادخواه، مادرانی که برای آزادی و عدالت برخواستن اعتراض کرده بودند که تو اون نامه
امضا کننده های دیگه‌ای که الان به خاطر دارم سبا کردفشاری بودن، آتنا دائمی، لیلا حسینزاده، نرگس محمدی و مریم اکبری منفرد و الان در خاطر دارم. در آخر تنها یادآور میشم که خانم منیر عربشاهی در حال حاضر در وضعیت جسمانی بدی هست و نیازمند به رسیدگی های پزشکی و درمانی که ازش محروم شده. ایشون همچنین نیاز به عمل دیسک کمر دارن و مدتی قبل هم به خاطر مشکلات کلیوی که داشتن به بیمارستان اعزام شده بودن. اینا خلاصاتی بود که برای این دو عزیز داشتم. خیلی ممنونم، متشکرم سود جان. من اونطوری که در واقع یادم میاد هم خانم منیره عربشایی هم یاسمن خیلی در نامه هایی که از زندان در واقع منتشر کردن تا الان خیلی دقیق وضعیت زندان زنان رو شرح دادن، وضعیت در واقع نقض حقوق زندانیان رو شرح دادن، چقدر براشون این موارد اهمیت داشت. و خب ما بیشتر از کمپین چهارشنبه سفید میشناسیم این عزیزان رو، ولی در وقتی که سیل شده بود، سیل لرستان، چقدر در واقع اونجا حضور داشتن، کمک کرده بودند و حضور موثری در اون قسمت داشتن و فعالیت های اجتماعی زیادی رو شاهد بودیم که انجام میدادن. من میخوام که اگر سوالی میخوایم از آقای آریانی بپرسیم، این سوال من میخوام که خانم مسیح علی نژاد بپرسن. مسیح جان، چون در واقع من خب آشناییم با یاسمن از همون اولین ویدئویی بود که ازش منتشر کرده بودیم که میگفتش که که بارون به این قشنگی حجاب میخوام چیکار، اگه یادت باشه، از اونجا بود. خب مسیح جان، اول شما رو بشنویم و بعد شما سوال رو شما مطرح کنید با آقای فرزاد آریانی. سلام بر شما. اولا که من خیلی خوشحالم از اینکه بالاخره اتاقی برگزار شد که در مورد از دیدگاه من رهبران واقعی نافرمانی مدنی گفتگو و صحبت میشه، از جمله یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشایی از دیدگاه من کسانی هستند که به واقع افراد عادی و معمولی جامعه رو بهشون آموزش دادن که احساس مسئولیت یعنی چی، و به اونها آموزش دادن در جاهای مختلف، در زمینه‌های مختلف، نه فقط حجاب، که اگر هر یک از ما شهروندان معمولی احساس مسئولیت نکنیم، نمیشه انتظار معجزه داشت، نمیشه انتظار تغییر داشت برای اینکه دیگران تغییر رو واسه ما بیارن و به ما کف دستشون تغییر رو تقدیم بکنن. این ما این که با دستای خودمون تغییر رو به وجود میاریم. صادقانش من خودم یاسمن آریانی رو از روزهای کمپین آزادی یواشکی میشناسم، یعنی عکس‌هاش اون موقع از پشت سر بود توی کمپین آزادی یواشکی منتشر میشد، ولی بعدها یعنی من بیشتر شناختم که این همون کسی هست که برای کمپین آزادی یواشکی عکسای بدون حجابش رو منتشر میکرد. از کجا اسمش رو شناختم و با خودش آشنا شدم، هیچ ربطی به راستش بخواین کمپین چهارشنبه سفید و حجاب نداشت. من یاسمن آریانی رو به خاطر تمام احساس مسئولیتش که راجبه زندانیان گمنام میکرد، راجبه حیواناتی که مورد آزار قرار می گرفتن تو مسیر کوهنوردی، اگر آشغال می ریختن، من می دیدم این بارها احساس مسئولیت میکنه و راجع به چیزهای کوچیک حرف می زنه که برای دیگران بی اهمیته. ولی مردم، من فکر می کنم اسم یاسمن آریانی رو برای اولین بار از زبان خودش شنیدن زمانی که همپای معترضان علیه گرانی توی مرداد ماه، بعد از اون اعتراضات سراسری دیماه 96 که مردم کف خیابون عبور کرده بودن با صدای بلند از تمام اون شعارهای در واقع رادیکالشون، میشه مردم رو شناخت، یاسمن رو میشه از اونجا شناخت که توی ون پلیس با صدای بلند خودش رو معرفی میکنه، سلام من یاسمن آریانی هستم، و بعد به ترتیب دوستانش خودشون رو معرفی میکنن. مردم یاسمن آریانی رو از اونجا شناختن، یک شهروند آگاهی که همپای مردم رفت، شعار داد، اعتراض کرد، ولی نخواست که گمنام باقی بمونه. تلاش کرد که اسم خودش به بقیه دوستانش رو مطرح بکنه. تأکید میکنم که وقتی اون ویدیو رو منتشر کردم، اینقدر ویدیوش شجاعانه بود
و انقدر آگاهانه از خودش اسم می آورد که خیلی ها شک کردن، تردید کردن که اساسا این ویدیو ساختگیه، اساسا چنین چیزی امکان نداره که دختران جوان و پسران جوانی به عنوان معترض کف خیابون وقتی در ون پلیس هستن قبل از اینکه پلیس موبایل گوشیاشون رو بگیره خودشون رو به مردم معرفی میکنن و میگن صدای ما باشید. اگر یادتون باشه من اون ویدیو رو برداشتم، حذف کردم به خاطر تمام بدبینی‌ها و حمله هایی که شده بود و میگفتن این ویدیو اصلا فیک جعلیه و من نگران شدم که بیشتر مورد حمله قرار بگیرن. وقتی ویدیو رو حذف کردم بعدها من مادر یاسمن آریانی رو شناختم، منیره عربشایی، که پیام فرستاد و گفت من از طریق ویدیوی شما متوجه شدم که دخترم زندانی شد، ما خبر نداشتیم چه بلایی سر بچه هامون اومده. و از اونجا به بعد اساسا من با یک چهره جدیدی، با یک چهره بی نهایت شجاعی آشنا شدم که واقعا هر چه در وصفش بگم کمه. مادری که میتونست مثل خیلی از مادرهای دیگه بگه به من چه، بگه مگه سرت درد میکنه، بگه سرت به کار خودت باشه، بگه سرت رو برباد میدی، همه جمله های آشنایی که ما از مادران خودمون بسیار شنیدیم. ولی منیره عربشاهی اولین ویدیویی که ضبط کرد کنار دادگاه انقلاب سخنی گفت که تلنگر زد بر بسیاری از مادران دیگه که همراه او شدن. منیره عربشاهی تو اون ویدیو خیلی صادقانه حرف زد، گفت من مدت ها بود که تماشا می کردم، نظارگر بودم، مادر ستار رو به نام می شناختم، مادر ندا رو، مادر سهراب رو، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم که دختر خودم زندانی بشه و من تبدیل بشم به مادری که باید دادخواه صدای بچه خودم باشم که تو زندانه و بپرسم کجاست. مطمئنم اون ویدیوها یادتونه، بارها این مادر از خودش ویدیو ضبط میکرد و میگفت دخترم کجاست، چرا آزادش نمیکنین. زمانی بود که هنوز خیلی از مادرها سکوت میکردن، حرف نمیزدن، اون موقعی که فکر میکردن با وعده آزادی میتونن بچه هاشونو بیارن بیرون. منیره رفت و با صدای بلند کنار مادر سبا کردفچاری با صدای بلند گفتن ما امتداد صدای فرزندانمون هستیم. من حتی یادمه که منیره عرفشایی سلبریتی ها رو مورد خطاب قرار داد. اون موقع اسم مهناز افشار رو آورد، اسم ترانه علی دوستی رو آورد و به اونها گفت شما که داخل ایران هستید، انگشت جوهری بالا میبرید و به روحانی رأی میدید، چرا الان صدای دختران ما نیستید؟ چرا اسم بچه های ما رو نمیارید؟ چرا اونها رو در واقع ازشون هیچ یادی نمی کنید؟ شمایی که به حجاب باور ندارید، شمایی که به آزادی باور دارید، چرا منتظرید که فقط دیگران هزینه بدن؟ حالا که صدای بلندی دارید چرا صدای دختران ما نمیشید؟ و اون زمانی بود که ترانه علی دوستی به کمپین چهارشنبه سفید حمله کرده بود. من منیره عربشاهی و یاسمن آریانی رو به معنای واقعی الگوی مبارزه مدنی میدونم که از دل جامعه بر اومده، خلاقانه است. همین ایده‌ای که گل بدن توی مترو به زنان با حجاب، همین ایده‌ای که یاسمن آریانی توی بارون یه حس ساده رو فریاد بزنه و بقیه دخترانی که فکر میکنن این حجاب هیچی نیست تن بهش بدن رو بهشون تلنگر بزنه، همین ایده که یاسمن آریانی آواز میخونه توی مترو و میگه این خیابون سهم منم هست، همین ایده که یاسمن سوار دوچرخه میشه و میگه دوچرخه سواری حق ساده منه که ازم گرفتن، یاسمن آریانی کف خیابون حقشو پس گرفته، منتظر نشد امثال مولاوردی و ابتکار و کسانی که به نام اصلاحات نسل منو فریب دادن، منتظر نشد که اونا براش آزادی بیارن. و دغدغه یاسمن و دغدغه منیره حجاب به معنای یک تکه پارچه نبود، حجابی بود که روی تمام خواسته های به حق یک ملت کشیدن. برای همین بود که بارها شنیدید از یاسمن و منیره که از دل زندان صدای کارگران شدن، از دل زندان صدای معلمان شدن، کف خیابون هم صدای بخشی از جامعه شدن که علیه گرانی فریاد زدن. وقتی زلزله و سیل شد منیره ساکت نبود، وقتی که زندانی گمنامی رنج میکشید یاسمن ساکت نبود. من این قصه رو کوتاه میکنم، فقط میخوام به شما یادآوری بکنم روزی که یاسمن آریانی اومد از زندان بیرون، ویدیوی ازش اومد که اون ویدیو توی اینستاگرام من 5 میلیون بار دیده شد. یاسمن برام تو اون ویدیو نماد واقعی یک شهروند مسئوله که گریه میکنه، وقتی پدرش رو بغل میکنه با عشق،
اولین جمله‌ای که میگه، میگه همه دوستای من تو زندان موندن. یاسمن رو باید از نزدیک بشناسین تا بدونین که این حرفش چقدر از دل بر اومده و چقدر حقیقیه و چقدر خودشه. یاسمن و منیره باید تکثیر بشن چون نماد یک خانواده عاشقن، خانواده‌ای که حتی خودم هم از داشتنشون واقعا محرومم و هر وقت که به اینجا میرسم غمم میگیره که پدر من پشت من وای نستاد. ولی یاسمن مادر و پدری داره که مثل کوه پشتش ایستادن. مثل کوه میگم چون واقعا در روزهای سختی کنار هم ایستادن، در روزهایی که رسانه‌های معتبر صداشون نبودن، در روزهایی که سازمان‌های حقوق بشری صداشون نبودن. حالا من از خود پدر یاسمن میخوام، اگر مایله میتونه هر آنچه که دلش میخواد رو بگه، ولی واقعا دلم میخواد بدونم چجوری کم نیاورد. من در تمام این مدت هیچ وقت ندیدم این پدر کم بیاره یا توقع اضافه‌ای داشته باشه و هر وقت هم در زمانی دیدم که اطلاع رسانی میکنه راجع بقیه زندانیان هم داره اطلاع رسانی میکنه. دلم خواد بدونم چجوری کم نیاورد و چی شد که اینجوری مثل کوه پشت دخترش ایستاد در زمانی که پدران زیادی نه تنها پشت فرزندانشون رو خالی میکنن بلکه عافیت طلبی میکنن و در همین روزهایی که پدران هم دستان قاتلان فرزندشون میشن به نام غیرت و ناموس و آبرو سر میبرن. حالا آزار، خشونت، قتل، همه اینها به کنار، پدران زیادی خودشون تبدیل شدن به سانسورچیان فرزندانشون. چی شد که شما اینجوری مثل کوه پشت عزیزانتون ایستادین؟ من اگر اجازه بدین یه نکته رو که اینجا هستن هم وکلا هستن هم روزنامه نگاران، دلم میخواد این نکته رو حتما بگم که یاسمن آریانی درست توی زمانی از زندان آزاد شد که بخشی از دختران انقلاب و بخشی از دختران چهارشنبه سفید وقتی ایران رو ترک کردن. اینا نکات مهمیه که هممون بدونیم و آگاه باشیم که با چه سمی در فضای مجازی مواجهیم و چگونه باش برخورد بکنیم. بارها بود که تخریب کردن، تحقیر کردن، که زنان روسری از سر بر میدارن که از ایران خارج بشن. برید صفحه تک تک اونهایی که اینگونه با زبان تحقیر با زنان حرف زدن ببینید آیا هیچ وقت از یاسمن و سبا نوشتن که در ایران موندن؟ بسیار مهمه که آگاه باشیم که چجوری است خط تخریب رو پیش میبرن تا پشت زنانی رو خالی بکنن که میگن ما معترض به حجاب اجباری هستیم، یا اونها رو تحقیر بکنن میگن دغدغه‌شون فقط حجابه. حتی در دل فعالان هم این اتفاق میفته بدون اینکه ببینن، مطالعه بکنن، نگاه بکنن که دغدغه یاسمن جوان، دغدغه سبای جوان و دو مادرشون که الان کنارشون تو زندانن بسیار بسیار فراتر از یک تکه پارچه بود. من الان پدر یاسمن آریانی برگشت و دلم میخواد که میکروفون رو در اختیار خودشون بذارم و اگر مایلن بیشتر دلم میخواد برای کسانی که اینجا هستن فقط بگن چه جوری تونستن و چی شد که هیچ وقت شده ته دلشون خالی بشه و فکر کنن که برای اینکه بچه‌هاشون آزاد بشن تن به سکوت بدن، برای اینکه عزیزاشون دیگه تو زندان نمونن تن به سکوت بدن، چی شد که محکم پشت فرزند و همسرشون ایستادن؟ سلام عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان، جناب آقای طواف، آقای صادقی، آقای مصوری، همه عزیزان، خانم علی نجات و بقیه دوستانی که حضور دارم. والا من دیگه چی صحبتی کنم، همه صحبت ها رو خانم ناظری، دوستان عزیزان، خانم مسیح خانم همه رو کامل و واقف گفتن. صحبتی که بیشتر از این بخوام بگم ندارم، منتها خیلی خوشحالم که این اتاق شما گذاشتید توی کشوری که بعد از اینکه عزیزای آدم مخ زندان سیاسی روشون میخوره حتی گاهی وقتا بستگان درجه یک هم ازت فاصله میگیرن. البته گفتن این موضوع برای من دردناکه، اما خب چیزی که هست وجود داره دیگه. هم از همتون متشکر و سپاسگزارم. من یکی دو روز پیش موری خاطره واسه من تعریف میکرد، اگر اجازه بدید واسه تون مطرحش کنم. موریه تعریف میکرد که حدود 7-8 روز پیش به خاطر که نارسی کلیه داشت مجبور شدن اعزامش کنن به بیمارستان
البته این چیزی که من دارم میگم فقط یه درد دل، امیدوارم که این تفکر تغییر بکنه تو کشور ما. بعد اونجا که انتقالش داده بودن منتها با دستبند این برنامه ها برده بودن، موقعی که میان پذیرش بشه بیاد که میخواستن سونوگرافی انجام بدن، مهیر از اون نگهبانی که همراهشون بوده درخواست میکنه که دستاشو باز کنن که بتونه روی تخت کار پزشکیش انجام بشه. بعد به هر حال اون نگهبان یه مقدار امتناع میکنه از این قضیه، از دکتر سوال میکنه باید دستاش باز باشه. دکتر میگه نه نمیخواد، همچه دستاش هم بسته باشه ایراد نداره. منیر به دکتر میگه که من زندانی سیاسی هستم، نه دزدی کردم، نه قاچاق کردم، نه آدم کشتم، آدم نیستم که بخوام فرار کنم. و دکتر در میاد میگه هر کی میخواستی باشی باش، میگه رو تخت بخواب زودتر من کارو میخوام انجام بدم. در صورت کار انجام میشه. حالا مونی تعریف میکنه که بعضی که برحال میدونید که سونوگرافی انجام میشه با ژل به مالن و این برنامه ها، حتی مونی دستاش بسته بوده که توانایی پاک کرده اون ژل هم نداشته و این برنامه ها. موقعی که کارش تمام میشه میاد بیرون، اون مسئول پذیرش که یه تکنسین هست دیگه تو تحصیلاتی داره، ازش سوال میکنه زندانی سیاسی یعنی چه. مونی میگه اونجا من تو این مدت گریه نکرده بودم و گریه کردم، فقط به این دلیل که توقع نداشتم که یه تکنیسیانی که داره کار سونوگرافی رو انجام میده سوال کنه زندانی سیاسی هست. حالا این قضیه شاید یه نمونهش باشه، من نمیدونم، شایدم من دارم اشتباه فکر میکنم یا مونیر. بعد این قضیه به مونیر گفتم، مونیر یعنی اتفاقی که بعد گفته بازم حاضری این مسئله که بیش آمده باز همین حرفا رو بزنی، همین کارا رو بکنی؟ گفت به جون یاسمن هم به جون آنام باز هم اگر اتفاق بیفته همین کار رو میکنم و همین صحبت رو میکنم. یعنی صحبتی کرد، واقعا من افتخار کردم هم به مونیر هم به یاسمن که نگرشونی. ولی آرزوم اینه که روزی مردم کشورم به این درجه از آگاهی برسن که کسایی که به عنوان که حالا تو زندان هستن فعالیت کردن یا خیلی کاری کردن فقط مد نظر خودشون آسایش خودشون نبوده، آسایش کل مردم کشورشون بوده و هر حرکتی که انجام دادن واسه همه مردم بوده. من صحبت خاصی ندارم اینجا، باز هم تشکرم از همه تون، به خصوص خانم علی‌نژاد از شما دارم و همه عزیزان که تو این مدت حمایت کردن از ما. و خانم اینجا سوال کرد که چرا تو همیشه پشتیبانی میکنی و راه نخواهی کرد؟ خانم علی‌نژاد، بچه های من کار درست انجام دادن و تا زمانی که من احساس کنم که اونها کار درست انجام میدن پشتشون هستم و هر قیمتی که تمام بشه و هر بهایی که بخواد هم خودم بدم هم بچه هم بدم، چون ایمان دارم که اونا کار درست دارن انجام میدن و این برای من خیلی مهمه. سپاسگزار همتون هستم، از همتون ممنونم که این فرصت رو واسه زندانیای سیاسی، واسه خانواده هاشون میذارید که حداقل صداشون اینجا شنیده بشه و یادی ازشون بکنید. امیدوارم تلفن رو قطع نکنین. من میخواستم بگم که یاسمن آریانی دیگه دختر شما نیست. اینجا توی مدرسه تو خود آمریکا توی کنتیکت یک مدرسه راهنمایی هست که من خودم وقتی خبرش رو شنیدم واقعا مثلا موهای تنم سیخ شد که توی این مدرسه یکی از درسای یکی از کلاسای درسیشون در مورد تمام ویدیوهایی بوده که یاسمن آریانی از خودش گرفته بود و من ایمیل دریافت کردم از دانش آموزایی که هر کدوم تصمیم گرفتن برای یاسمن آریانی نامه بنویسن. یاسمن زمانی که توی اون ون پلیس اسم خودش رو گفت شاید نمیدونست، شاید واقعا فقط اسم خودش رو گفت که به گوش شما و مادرش برسه، ولی شاید نمیدونست که این صدا به گوش جهان میرسه. وقتی سازمان دیدبان حقوق بشر، من اون روزایی که یاسمن و سبا زیر فشار بودن، تحت فشار بودن برای اعترافات اجباری، بهشون پیام دادم و خیلی اصرار میکردم که بیانیه بدید چون تو فشار هستن. هیچ جایی شکستگی شما رو ندیدم جز اون جایی که به عنوان یه پدر بغضتون شکست که چرا یه سازمان حقوق بشری معتبر پیامی که میده اینه که ما از سورس‌های خودمون مطلع هستیم که اینها دیگه برای اعتراف و بیانیه‌ای ندادن. امیدوارم هیچ وقت قلبتون نشکنه و همین گونه محکم بیستین، چون اسم یاسمن آریانی و منیره عرب‌شاهی
اسم سبا کردفشاری، اسم راحله، اسمایی که شاید قبلا چهرهای شناخته شده نبودن، به جرئت میتونم بگم تبدیل شده به نمادی که مردم معمولی، مردم عادی هم به این باور برسن که تغییر با دستای خودشون ممکنه، بدون اینکه سازمانهای معتبر و بشری اساسا اسمی ازشون شنیده باشن و بدون اینکه در رسانه‌های معتبر جهانی اسمی ازشون بیاد، بدون اینکه چشمداشتی داشته باشن، وقتی هم مرخصی میان صدای زندانیهای گمنام هستن. میخوام فقط همینجا بهتون همینو بگم که تبریک میگم و داشتن یک پدری مثل شما، برادری مثل شما، همسری مثل شما، مرد و همراهی مثل شما برای ما افتخاره. روی ماهتون رو میبوسم و ممنونم که اینجا حضور پیدا کردیم. ممنونم، سپاسگزارتونم خاله انجاد. من واسه افتخارم روزی که وکیل از بچه های من خواست که شما یه متن رو بنویسید تا بتونید واسه آزادی مشروطتون کاری بکنم، منیر یاسمن طوری جواب این وکیل رو دادن که وقتی اومد بیرون با من صحبت میکرد گفت که بلش کن، من یه پیشنهاد دادم به نظرم اشتباه کردم. این برای من یه مایه افتخار هست. از شما ممنونم. اگر صدای یاسمن و خیلی از بچه های دیگه جایی رسید به خاطر تلاش و اون همراهی که از شما بوده هست. باز هم ازتون ممنونم، از همه عزیزانم ممنون و سپاسگزار هست. خیلی ممنونم. ما اخیراً امیر سالار جان میشنویم که بعضی از وکلای خاص از زندانیان میخوان که یه متن توبه نامه ای اینجور چیزا بنویسن و خب متاسفیم، البته یک چنین چیزی رو یک وکیل میخواد از زندانی. شما نظرتون در مورد یک چنین رفتاری چی از طرف بعضی از وکلایی که یک چنین چیزی رو از زندانی میخواد؟ بله، منم خیلی خوشحال شدم که در مورد یاسمین شنیدم و واقعا دخترای امروز ما خیلی جلوان و همه ما پشت سر اونا هستیم. امیدوارم که هرچه سریعتر از قید و بند زندان رها بشن، هرچند که در بیرون هم خیلی شرایط خوبی ندارن، ولی به هر حال بودنشون در بین مردم اهمیت داره. اما در مورد سوال شما، بله، برخی از وکلا چنین کاری میکنن. این هم البته بستگی داره به نسبت بین وکیل و موکل. خب بعضی موقع موکل ممکنه از وکیل این رو بخواد یا رفتاری نشون بده که وکیل این گونه برداشت بکنه، ولو به اشتباه. به هر حال وکیل در جایگاه دفاع وظیفه داره که موضع دفاعی خودش رو در قبال موکلش پیش ببره. بنابراین اگر جایی احساس بکنه که چیزی به نفع موکلش هست و استفاده از یک تأسیس قانونی میتونه کمکش بکنه، تکلیف قانونی داره که به موکلش این رو یادآوری کنه. ولی البته که انکار نمی کنم در مواردی خیلی موقع ها وکلا برخلاف رفتار حرفه‌ای جلوتر از موکل خودشون حرکت میکنن و در واقع به نوعی القا به او میکنن و این رفتار درستی نیست، چون باعث میشه که در واقع غیر از وکیل در عرصه قضایی به عنوان حامی خودش نداره، احساس تنهایی بکنه و احساس بکنه که فردی که قرار از او دفاع بکنه الان تبدیل شده به یک عامل فشار روحی و این میتونه اولین ضربهش به رابطه وکیل و موکل باشه که برای انجام یک دفاع درست در تمام مراحل فرایند قضایی حفظ این رابطه مطلوب بین وکیل و موکل ضروری است. بنابراین از این اشتباهات میکنن، بله، و انکار نمیکنم. اما مواردی هم هست که وکلا نیت بدی ندارن، منتها خب شاید برداشتشون از رفتار موکلشون در یک بازه زمانی باشه که مثلا او تحت فشاره و یا اینکه ناآگاه نسبت به مواردی که امکان داره بتونه ازش استفاده بکنه و این پیشنهاد رو مطرح بکنه. در مجموع من لزوما این رفتار وکلا رو حمل بر
خود فروخته بودن و چه میدونم وابسته بودن به حاکمیت نمیبینم. خیلی هاشو خطای محاسبه و تشخیص وضعیت دقیق موکلشون میبینم. البته که باید احتیاط بکنن، البته که تجربه وکیل در این حوزه خیلی کمک میکنه و خصوصا تجربه کار کردن با کسانی که در حوزه زندانیان سیاسی و عقیدتی تعریف میشن خیلی عرصه متفاوتیه. دوستانی که از وکلای دادگستری قصد دارن وارد بشن به این حوزه، من همیشه اولین توصیه‌ای که بهشون میکنم اینه که این حوزه رو دقیق بشناسید. این حوزه حوزه‌ای نیست که شما رفتار متعارفی رو که در قبال سایر موکلینتون داشتید در قبال این بچه ها داشته باشید و خیلی مهمه که اونها رو اول به رسمیت بشناسید. از این رفتار آزاردهنده تر، حالا من اینکه یه وکیل بره به موکلش بگه که خب بیا مثلا یک متن توبه نامه بنویس، من تو آزادی مشروط رو اینها خودشون تهیه کرده بودن. بعد خب بعضن وقتی بچه‌های یک سومیشون پر میشد طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی میامدن و حالا مشورت میکردن و در نهایت باید این متن آزادی مشروط رو براشون می‌نوشتیم. من هیچ وقت این متن تیپی رو که خود زندان تهیه کرده بود به رسمیت نشناختم. بچه‌هایی که هستن الان اومدن بیرون میتونن تایید بکنن. و همیشه متنی رو که خودم روی این کاغذهای اصطلاحاً کاغذهای دولتی در زندان بود رو خودم متنی رو تهیه می‌کردم و تلاش می‌کردم که در متن تهیه شده برخلاف متنی که زندان تهیه کرده بود به صورت تیپ به هیچ وجه اشاره‌ای به ندامت، پشیمانی و به نوعی حالا ابراز انزجار اگر مسئله تشکیلاتی باشه یا حالا گروهی باشه یا هم پرونده داشته باشن، هیچ کنون از این متن‌ها رو تایید نمی کردیم و اینگونه هم نمی نوشتیم. حد اکثر یادمه که از یک عبارتی استفاده می کردم که دقیقا این بود که قصد دارم به زندگی متعارف برگردم. این چیزی بود که به ذهن من رسیده بود. بعدا فهمیدم خیلی هم عبارت دقیقی نیست، ولی خب در حال اونها قبول نمی کردن این متن‌ها رو. من می گفتم به بچه ها، می گفتم اگر می خواهید آزادی مشروط درخواست بدید، بالاخره اونا توقع دارن که یک عبارتی باشه و توی چانه زنی هایی که داشتیم حالا این رو به نوعی پذیرفتن و این خیلی بهتر از اینه که بنویسیم آقا ما اشتباه کردیم ببخشید فلان. خب عملا نکردید این کار که بخواید عذرخواهی بکنید، ولی خب دیگه توی شرایط محدودیت این به ذهن من رسیده بود. ولی خب بعدا دیدم که نه، این متنم خیلی متن درستی نیست. به هر حال خب شرایط زندان شرایط متفاوتیه، باید خودمون رو جای افرادی بگذاریم که در زندان هستن. همه آدم‌ها از یک ظرفیت مشابه برخوردار نیستن و اگر هم می‌خوایم راهنمایی بدیم نباید القا کنیم. من دست کم در مورد اصل درخواست آزادی مشروط به بچه‌ها همیشه میگفتم به هیچ وجه توصیه نمی‌کنم، به هیچ وجه هم رد نمی‌کنم، این رو شما باید تصمیم بگیرید، ولی تلاش می‌کنم تصمیم گیری رو برای شما آسون بکنم. یعنی میشستم و وقت میذاشتم. همه کسانی که حالا تو اون مقطع با من بودن میدونن که من وقت میذاشتم و ممکن بود چند روز حتی با دوستی بشینیم صحبت کنیم تا کمک کنم که برسه به اون تصمیم ذهنی که بتونه حداقل در خلوت خودش از خود از اون تصمیم دفاع بکنه. ولی خب خیلی موقع هم ممکن بود ذریب خطای من هم در این گفتگو افزایش پیدا بکنه. انکار نمی‌کنم. در خدمتتونم. خیلی ممنونم. مجید جان صحبت‌های شما رو هم بشنویم. سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت همه حضار. در مورد یاسمن و منیره، خب 11 مرداد 97 اولین باری بود که من یاسمن رو دیدم و به خاطر گرونی‌هایی که در پس گرون شدن دلار در واقع اتفاق افتاده بود،
شروع کردیم به اعتراض کردن و از بازار تهران شروع شد و بعد از ظهرش در پارک دانشجو شارع ولیعصر. صدامو دارید؟ بله بله. در پارک دانشجو و منجر به دستگیریمون شد. منجر به دستگیریمون شد و اولین باری بود که من یاسمن رو دیدم در وزرا. به گونه ای رقم خود که یه پرونده 12 نفره برای ما باز شد و من و یاسمن، سبا، محمد مجید کریمی، محمد فلاشای مجید کریمی و چند نفر دیگه از دوستان در یک پرونده قرار گرفتیم و مجزا شد از اون 64 نفری که اون روز دستگیر شده. که با عفو زود هنگام به قول خودشون 22 بهمن 97 در واقع تا 25 26 طول کشید و هممون به جز برزان و علیرضا شیر محمد علی که روحشون شاد باشه موندن داخل زندان و بقیه آزاد شد. خب من یک روز قبل از دستگیری یاسمن آریانی رو به خاطر دارم که دادگاه علیرضا شیر محمد علی بود و 19 اردیبهشت ما رفتیم دادگاه انقلاب و دومین باری بود که بعد از آزادی یاسمن در واقع دیگه ما میدیدیم یاسمن رو. تماس تلفنی داشتیم و من رو عمو خطاب میکردم. بچه ها سبا و محمد به لحاظ اون فاصله سنیه که با هم داشتیم خب به من رو عمو خطاب میکردم و یه رابطه دوستانه و یه جورای خانوادگی خیلی عجیبی بین ما حاکم بود. من واقعا وقتی راجع به یاسمن یا سبا صحبت میشه نمیتونم اصلا اشک خودم رو نگه دارم. یه احساس خیلی عجیبی دارم نسبت به این دو نفر و شجاعتشون که واقعا تحسین برانگیزه، واقعا تحسین برانگیزه. خب من خودم سن زیادی نداشتم زمانی که اولین بار چی میگن روغن جمهوری اسلامی به تنم خورد در واقع. من هم 19 سالم بود و سال 78 بود در جریانات کوی دانشگاه. دقیقا تو اون سن ها بودم من هم که اولین بار مورد آزار و اذیت قرار گرفتم و خودم رو وقتی میذاشتم جای اونها میدیدم واقعا نسل جوان امروز ما به مراتب شجاعتر و حق طلبتر، یعنی به حقوق خودشون آگاه هستند، آگاهی کامل دارند و برای احیای حق خودشون تلاش میکنند و خب این یه آرامش قلبی رو به ماها میده که به هر حال داره نتیجه میده انشالله. تمام زجر هایی که همسن و سالهای ما در طی این 14 بهشون روا دانست جمهوری اسلامی، امروز دیگه نمیتونن حریف دخترهای 20 ساله 15-16 ساله پسرهای جوون 21-22 ساله بشن و خب زحماتی که دوستان در عرصه ارزم به حضورتون که خبرنگاری، روزنامه نگاری انجام دادن خیلی خیلی تاثیرگذار بود و امروز ما میبینیم خیلی نزدیک شدیم به اون چیزی که رویای جوانیمون بود در واقع. امروز اگر به یه دختر 14-15 ساله بگی حجابت رو سرت کن دوربینش رو در میاره و خیلی راحت میگه به شما ربطی نداره و از حق خودش دفاع میکنه. شاید حالا یک سری از دوستان تقلیل خواسته ها بدونن حجاب رو یا یک سری چیزهای دیگر رو، اما من میگم تمام مخالفت های مدنی تمامشون میتونه تاثیرگذار باشه در فردای بهتر مردمان این سرزمین.
میخواستم اینجا که فرصتی فراهم اومده از مسیح علی‌نژاد تشکر ویژه بکنم. مسیح خب خیلی کمک کرد که امروز ما شاهد یه همچین رفتارهایی باشیم از نوجوانها و جوانهامون توی کشور و دیگه خیلی راحت با یه فریاد، یه داد، یه اخم حالا نیروی انتظامی یا بقیه ارگان‌هایی که خودشون رو موظف میدونن به خصوصی ترین اختیارات مردم دخالت کنن، دیگه کم نمیارن بچه‌های امروز. واقعا برای هر کنشی یه واکنشی دارن، یه حرفی میاره گفتن دارن، حق حقوق خودشون رو میدونن و میخوان مثل یک انسان زندگی کنن، میخوان برابر باشن با همه انسان ها در سراسر دنیا و اون حقوقی رو که هر کسی باید داشته باشه رو برای خودشون قائل هستن و در این راستا تلاش میکنن. خب یه چیزی که واقعا حالا دردآور هستش اینه که نباید یه همچین دوستانی، یه همچین اشخاصی، یه همچین شجاعت هایی که واقعا مثال زدنی هستن امروز توی بند باشن و ما باید صدای اینها باشیم. اون چیزی که من بابت صدای زندانی سیاسی در ذهن خودم تداعی میکنم این نیستش که من بیام امروز عنوان کنم که یاسمن آریانی بدین دلیل، به این دلیل، به این دلیل زندانی هستش. خب خیلی از مردم واقف هستن و میدونن که یاسمن چه کارهایی کرده، کلیپ های یاسمن رو دیدن، یاسمن رو میشناسن، سبا رو میشناسن، بقیه دوستان رو میشناسن و میدونن امروز در بند و حصار جمهوری اسلامی هستن. اما جمهوری اسلامی از ایده هایی که در ذهن این نوجوان ها در حال رشد کردن هست میکسه، نه از جسم اینها. جسم اینها رو انداخته توی زندان، اندیشه های اونها رو که ننداخته زندان. ما فقط اسم اینها رو نباید زنده کنیم، ما باید ترویج کنیم اون گونه‌ای که سبا فکر میکرد، اون گونه‌ای که یاسمن آریانی فکر میکرد. ما باید اینها رو بیایم ترویج کنیم و تا بتونیم واقعا صدای اینها باشیم. ممنونم که به صحبتام گوش دادید، ممنونم که این فرصت رو در اختیارمون قرار دادید تا بتونیم از عزیزان دلمون صحبت کنیم. سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما خانم محمدی گرامی. فرمایید. ممنونم، متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز. ممنون از استندرکاران کلاب، همچنین شما و آقای آرش صادقی عزیز که این فرصت رو ایجاد کردن برای حمایت از زندانیان سیاسی و به خصوص در مورد مشخص منیر و یاسمن عزیز. من همچنین به هر حال این سنت رو باید عرض بذاریم که یک به یک به سراغ زندانیان سیاسی رفت و این فرصت ایجاد کرد که یه حمایت اجتماعی ازشون صورت بگیره، چون که امروز واقعا بین زندانی سیاسی و جامعه یه دیوار چینی وجود نداره. امروز دیگه تقریبا از کمتر خانواده‌ای هستش که با این موضوع، با مسئله زندانی سیاسی مواجه نشده باشن و به هر حال از عزیزانشون رو تو این مسیر به هر حال سالیانی درگیر نکرده باشه. به همین خاطر این سنت رو باید به اصطلاح ترویج کرد و بیشتر از این باید بهش وقت گذاشت و به پرداخت و حمایت بشه. من به شخصه در مورد خود یاسمن و سبا و یا منیره عزیز که مدتی باشون همبند بودم و از نزدیک باشون آشنا هستم از خصوصیات و انرژی زیادی که دارن و همین خاطر وظیفه خودم دونستم که این فرصت بیام و در مورد مشخصا خود این بچه ها منیره عزیز صحبت بکنم. اول که بگم به هر حال این موضوع که جرم این عزیزان ما حمایت از به اصطلاح طرح مسئله 8 مارس به عنوان روز جهانی زن
و دادن گل به توی مترو شروع شد و اینکه از حق خودشون، از حقوق انسانی خودشون دفاع کردن، از اینکه حجاب رو نمیخوان و در نظر خودشون هستش که حجاب اعتقادی ندارن و این تحمیل رو قبول نمیکنن و این رو به زیباترین شیوه بیان کردن، به یه شیوه بسیار مدرن، به شیوه بسیار انسانی. وقتی یاسمن توی مترو کلیپ آهنگی رو میخونه، آواز میخونه، میگه بارون میاد چرا من باید رو سری سر کنم، همه اینا همه کردن که تا بتونن به قول معروف نظر خودشون رو به جامعه، نظر خیلی از افراد این جامعه هست، ولی خب به هر حال جسارت و شجاعتی که این عزیزان به خرج دادن و در واقع زندگی خودشون رو درگیر کردن، البته مورد حمایت جامعه هم قرار گرفتن، ولی خب به هر حال این رو به شیوه بسیار انسانی مثلا مطرح کردن و تو صفحه فعالین زنان قرار گرفتن و البته جامعه به عنوان رهبران خودش بهش نگاه میکنه با امید به عنوان کسانی که زندگی خودشون رو، آسودگی خودشون رو کنار میذارن و برای اینکه از یک حقانیتی دفاع بکنن پا به مثلا مبارزه میذارن و براش هزینه میدن. به طور مشخص خب من از منیره شروع میکنم که واقعا انسان بزرگیه، من شخصا سر تعظیم دارم در خدمت ایشون، از دوستان عزیز من هستش، بسیار انسان بزرگواری هستن، وجودشون توی بند اون مدتی که من باشون هم بند بودم بسیار یک محبت، انسانیت، مهربانی و واقعا یک خلوص نیت، یک فروتنی، بسیار انسان بزرگی هست واقعا. و بعد بدون ادعا در واقع میشه بگی و این حضور خودشون توی بند یک انرژی واقعا مهمی بود، من خودم شخصا لذت می‌بردم از لحظاتی که کنارشون بودم، از اینکه چقدر صبورانه همه مشکلات بند رو به همه لحاظ، به لحاظ قضا، مشکلات صنفی، موضوعاتی که پیش میومد، مسائل بهداشتی، همه اینا رو خیلی با صبوری زیادی سعی می‌کردن رفع و رجوع کنن، کمک بکنن به دیگران و یه فضای دوستانه‌ای رو ایجاد بکنن. و سبا و یاسمن که خوب به هر حال بچه‌ای هستن با سن کم و واقعا جای یعنی من از دیدن اونا تو اون فضا واقعا متاثر می‌شدم، به دلیل اینکه این همه انرژی، این همه زیبایی و این همه شادی و این همه جوانی چرا باید به خاطر یک موضوع خیلی ساده، حق انسانیشون، به اصطلاح پشت میله‌های زندان باشن، سال‌ها متحمل این هزینه بشن. همه این بچه‌ها به اصطلاح بسیار بسیار انسان‌های بزرگواری هستن و باید بیش از این در موردشون صحبت بشه، از عقایدشون، از حرفشون، از نظراتشون. البته حمایت واقعا من خودم شخصا سر تعظیم فرود میارم در مقابل خانواده این عزیزان، آقای آریانی، آقای گردفشانی، مادر راحل الان هنوز خودش مادر سبو هستش که تو زندان شرایط مثلا بیماریشون، همچنین خانم منیره وضعیت بیماریش بیرون اومدن عمل کردن، ولی تو همون مدتی هم که بیرون بودن یعنی واقعا به فکر خودشون فقط نبودن، با این احوال سعی کردن به سراغ کسایی بودن که به نظرشون میرسید باید همدردی بکنن، سراغ مادر پویا رفتن. یعنی واقعا این همه انسانیت رو یک جا کمتر میشه دید و اون وقت انسان‌ترین، شریف‌ترین انسان ها به جرم دفاع از حقانیتشون، به جرم دفاع از حقوق اولیه انسانی خودشون باید پشت میله‌های زندان باشن. و من امیدوارم که این شرایط هر چه زودتر به اصطلاح پشت سر گذاشته بشه و تمامی احکامی که با برای این عزیزان صادر شده لغو بشه و ما این عزیزان رو در میان خودمون داشته باشیم. ممنونم از فرصتی که بود. ممنون از شما، متشکرم. آقای هوشنگ ترگل اگه درست گفته باشم بفرمایید. بله صحیح فرمایید. با درود و عرض ادب خدمت دوستان رفقا، قبل از هر چیز واقعا بدون هیچ گونه تعارف باعث خوشبختی و افتخار منه که در اینجا عزیزانی مانند آقایان داوودی و آقای صادقی حضور دارن و واقعا این عزیزان واقعا مبالغه نیست، چراغ راه ما، یعنی این پایداری و استقامتی که اینا نشون دادن، خصوصا رفیق صادقی واقعا بزرگترین آموزگاران ما بودن در این چند سال، ما کماکان از اینا همیشه یاد میگیریم.
دم شما خیلی خیلی گرمه، خاک و پای شما هستیم. این ایرونی ها اهل تعارف و این حرف ها، ولی واقعا این حرف ها رو بدون تعارف من دارم میگم. من تنها دلیلی که این اتاق حضور پیدا کردم وجود شما عزیزانه. به هر حال این دوستان از من خبر دارن، این هفته پیش یه سند محرمانه اومد به دست، چاپ شد از قرارگاه سارالله سپاه برادران قاچاقچی، که نوشته بود زیر پوست جامعه انفجار در جریان است. متا مثل اینکه از یادشون رفته بود که روی پوست جامعه انفجار در جریان است، یعنی یه بحرانی که الان در ایران راه افتاده هیچ دست کمی از اون بحران 54-55 نظام سلطنتی نداشت. یعنی واقعا مبالغه نیست که اگر سال دیگه ما همین بهمن سال دیگه ما در شرایط بسیار متفاوت در ایران روبرو باشیم. یعنی یه بحران عجیب غریبه و این بحران عجیب غریب رژیم رو مجبور کرده که این بگیر و به بندش هرچی بیشتر کنه، که البته این دستگیری و سرکوب هم دیگه اون اثر سابقه از دست داده، میندازن زندان. یا جالب بود هفته پیش از زندان پیام تلفنی میفرستن در همبستگی با آموزگاران، یعنی واقعا دیگه اون دستگاه سرکوب تاثیر سابقش واقعا از دست داده، ولی با زندانی میکنه. آقای کیوان صمیمی هفته پیش برای مرخصی چند ماه 3 ماهه از زندان آزاد شد. روز قبل از آزادیش یه نامه نوشته بود که این عنوانش این بود که این تارهای پوسیده عنکبوتی با دو سه ضربه می‌ریزن، که خب شاید بیش از حد امیدوارانه باشه، ولی به هر حال یعنی نشون میده که این دستگاه‌های سرکوب هم دیگه اون کارهای سابقه نداره. من دلیلی که مزاحم دوستان شدم اینه که واقعا خب تو کلاب هاست تقریبا هر روز حداقل یه اتاق راجع به زندانی سیاسی هست، صحبت میشه، تحلیل میشه، همین صحبت ها متا همه اینا در سطح یک گفتمان شفاهی متاسفانه باقی میمونه. شوربختانه این گفتمان های شفاهی این با تولید و باز تولید نمیشه، اینا رو باید تبدیل کرد به یه سری گفتمان های کتبی، به یه سری متن ها، به یه سری اسناد و یه مقداری پیگیری در کار آزادی زندانیان سیاسی. این باید تبدیل بشه به یک اولویت، واقعا مثل نون شب، یعنی یک اولویت اولیه جنبش مردم در ایران در این مرحله اتفاقا باید آزادی زندانیان سیاسی باشه. دوستان توانا مسلمن تجربهشون از خیلی از دوستان دیگه بیشتره و امکاناتشون بیشتره، واقعا بد نیست اگه که یک به قول فرنگی ها اینیشیتیف، اینقدر غرب بوندیم فارسی مونم ایادم رفت، ترجمه اینیشیتیف چی میشه به فارسی؟ به هر حال منظورم رو فکر کنم بگیرن دوستان، یک پیش قدم، یک پیشگامی، یک به اصطلاح ابتکار عملی اگه بتونن به خرج بدن، یه حالت کمیته موقت، یه حالت چیز عجیب غریبی هم نمیخواد، یک کانال تلگرامی، یک کمی اتاق خلاص به نام کمیته موقت برای آزادی زندانیان سیاسی. جنبش‌های دانشجویی چند سال پیشا هر اتفاق می‌افتاد تقریبا هر ماه و هر سال کمیته موقت برای ضد جنگ، کمیته موقت در دفاع از حقوق زنان، کمیته موقت ایجاد می‌کردن، کارش خودش انجام می‌داد. الان ما یک کمیته موقت می‌خوام برای آزادی زندانیان سیاسی که تمام این تلاش‌ها و گفتمان‌هایی که داره انجام میشه بتونه یه جا جمع بشه و خودش رو باز تولید بکنه و به اصطلاح پیگیری بکنه دیگه. و این اگه انجام بشه واقعاً یه گامی است به جلو. نکته آخر مزاحم نشم اینکه به هر صورت جنبش زنان در ایران هم واقعاً مانند جنبش آموزگاران، جنبش دانشجویان، جنبش کارگری این چندین دهه سابقه داره و این کنشگران داخل ایران خلاصه کلی سختی چشیدن و زندان رفتن. همین صحبت ها به این افراد شاید این برامل یه سری دست ها داشته باشن، ولی این جنبش ها هستن که به هر حال خودشون رو تولید و بازتولید میکنن. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما. یادی کردیم از حرکت گل دادن در مترو. خب بعد از در واقع یاسمن و مادرش و خانم کشاورز و بقیه دوستان
یه گروه دیگه هم در هفته بعد در حمایت از این عزیزان اومدن، در واقع گل دادن توی مصر و همشون هم بازداشت شدن. خوب که یادی هم از اونها بکنیم و الان من اسامیشون رو تو ذهنم ندارم، ولی حالا اگر جستجو کنم میگم. بعد این نوع حرکت های در واقع ابتکارها در رساندن پیام به جامعه و مخصوصا توی مترو و اتوبوس و اینها حرکت های خیلی خوبی بود که فکر کنم اولین بار دوستانی که تحت نام گروه ندای زنان ایران فعالیت کردن از این ابتکار عمل استفاده کردن. الان خیلیشون توی جمع ما تو بین شنونده ها حضور دارن و همیشه در اتاق ما هستن. من خیلی از اونا هم سپاسگزارم. خانم گل سفید، من همیشه سخنان شجاعانه شما رو در اتاقهای مختلف میشنوم، خیلی خوشحالم که الان در جمع ما حضور دارید. بفرمایید. خواهش میکنم. عرض وقت بخیر، درود به همه عزیزان، سلام ویژه به جناب داوودی، آقای صادقی و خود شما و خانم نظامی عزیز و همه عزیزانی که داخل روم هستن. اول اینکه من راجع به تایتلتون میخوام صحبت کنم، میخوام بگم که ستودنیست رفتارهای آزادی خواهانه این عزیزان بزرگوار، یعنی بزرگواریست این رفتارهایی که تحمل گذشت از آزادی وقتی که ما آدم‌ها یک بار شانس در این دنیا بودن رو داریم اما برای حق خواهی از اون میگذریم و بی عدالتی رو فریاد در میاریم، بلکه دیگران به حقوقشون در آینده برسن و مجبور به تحمل ناعدالتی نباشن. این واقعا اصلا راجبش هر چقدر حرف بزنیم کمه. این بزرگان رو باید قدرشون رو دونست، چون آزادی اینقدر گران قیمته، هیچ کسی حاضر نیست اون رو از دست بده. وقتی حتی توی خونه هامون در دوران کرونا فکر کنم خیلی متوجه این موضوع شدن که ما مجبور بودیم، خود من 3 ماه از خونه بیرون نیومدم و توی خونم بودم، آزادیمو داشتم، تلویزیونم رو نگاه میکردم، خواب راحتم رو داشتم، آسایشم رو داشتم، اما همین که نمیتونستم از در برم بیرون، اونجا باور کنید، شاید باورتون نشه، همونجا متوجه این شدم منی که با این حد آزادی احساس خفگی دارم میکنم که تلفن میزدیم خانواده ها به مادرمون، به خواهرمون، ساعت ها گریه میکردیم که نمیتونیم همو ببینیم. یعنی شما فکر کنین عزیزانی که با یک کمترین حالا امکانات توی اون زندان ها هستن، از خودشون، از عمرشون، از بهترین دوران سنشون گذشتن و به خاطر آزادی اونجا هستن. اون این آزادی فقط نه برای خودشون، برای خیلی های دیگه هم میتونه باشه، برای اینکه اونا فریاد زدن اون چرا که امثال ماها و دیگران شاید نتونستیم فریاد بزنیم. این ارزشمنده و هرگز هم فراموش نخواهد شد. همه این عزیز، اول که خوشحال هستم جناب داوودی رو من اول نشناختم و الان که میبینم که ایشون اینجا هستن خیلی خوشحال هستم از این که حداقل کنار ما هستن، صداشون رو میشنویم. و من اومدم بیشتر هم که این صحبت‌ها رو داشته باشم، هم که از دوستان خواهش بکنم که ما امروز خبری رو شنیدیم، آقای شارمهد عزیز رو دیدیم که تلویزیون آورد، خب اون دادگاه نمایشی رو گذاشتن و حالا خیلی صحبت‌ها میشه راجبش کرد، اما میدونیم که این دادگاه های نمایشی زنگ خطره و خواهش میکنم به این موضوع توجه داشته باشیم که این عزیز رو دادخواهش باشیم و صداش باشیم، فریاد بزنیم حقش رو، که تحمل این که دوباره روح الله زم دیگه تکرار بشه رو ما مردم واقعا نداریم. نباید بذاریم که جمهوری اسلامی یاد بگیره که ربایش که شده رفتار جدید جمهوری اسلامی، البته جدید که ماها جدید داریم میبینیم دیگه، متوجهش هستیم، بخواد این رفتارهاش رو تکرار بکنه و
بهار رو براش سنگین بکنیم. نمیدونم توییتر، نمیدونم هر چیزی که میتونیم، هر امکانی. خانم علی نژاد اینجا بودن، خیلی حیفم اومد که ایشون اینجا هستن. بخوام این صحبت ها رو بگم که ایشون توی خب بالاخره صفحاتشون جاهایی که هستن میتونن که بیشتر این صدا رو انعکاس بدن. هممون به سهم خودمون، نذاریم این عزیز رو از بین ببرن، چون جان انسان در خطر. خواهش میکنم از این به بعد توجه ویژه به این عزیز بشه، چون وقتی که آوردنش تو تلویزیون، وقتی که ازش داره خبر پخش میشه، این برای ما زنگ خطره که دوباره بخوایم بی تفاوت بشیم به جان یک انسان. و ممنون هستم از این اتاقی که ترتیب دادین و سپاس از صحبت‌های شما که از بنده تعریف کردین. این وظیفه است، من حق رو فریاد سعی میکنم بزنم تا اونجایی که بلد هستم، تا اونجایی که میتونم سعی میکنم حق رو فریاد بزنم و بگم توی هر اتاقی که هستم، نه فقط توی این اتاقا، توی بیرون، تو هر جایی که بتونم سهمی داشته باشم، حتما در خدمت مردم هستم، چون منم از همون مردمی هستم که اینجا الان جمع ما داریم ازشون حرف میزنیم. سپاس از فرصتی که به بنده دادین. ممنون. خیلی ممنون از شما. حتما این موضوع رو ما پیگیری خواهیم کرد. خب دوستان، اگر کسی دیگه ای از افرادی که در استیج هستن صحبتی دارن بفرمایید، اگر نه که من از عزیزانی که در قسمت شنونده هستن هم دعوت میکنم یک بار دیگر که اگر کلامی دارن، صحبتی دارند، تشریف بیارن. بسیار خوب. و اجازه بدین میخوام از آقای آریایی و همچنین آقای کردفشاری داشته باشم، به خاطر اینکه طبق تجربه‌ای که خب خیلی از ماها مخصوصا دخترها در ایران داشتیم، برای چه مبارزه چه برای اعتراض، این پشتیبانی خانواده ها همیشه خیلی مهم بوده و خیلی از ماها این پشتیبانی رو نداشتیم. نه اینکه خانواده هامون دنبال آزادی نباشن، ولی اون ترس رو همیشه داشتن و اون ترس رو به ما انتقال دادن و از ما میخواستن که اعتراض نکنیم به خاطر آینده خودمون و یا هر چیز دیگه ای. و این عزیزان در واقع با پشتیبانی که داشتن، بخشی از اون شجاعت دخترانشون، همسرانشون هم از این عزیزان میاد و خب خیلی ارزشمنده و من به شخصه ازشون تشکر میکنم و امیدوارم این موضوع رو در بین پدران و مادران دیگه هم خیلی بیشتر داشته باشیم. بفرمایید. عذرخواهی میکنم. منم اتفاقا در راستای فرمایش خانم سوده میخواستم همین رو بگم. ببینید، ما در مورد همین اتفاق تلخی که افتاد و البته اتفاقات مشابه داریم، پدرانی رو که از ترس اینکه جامعه در موردشون چه قضاوتی میکنن با دخترانشون چنین برخوردی میکنن یا روا میدارند که با دخترانشون چنین برخورد بشه. اما خب در نقطه مقابل دقیقا پدرانی داریم که تحت هیچ شرایطی پشت دخترانشون، فرزندانشون رها نمی کنن. و من فکر می کنم خیلی الگوی مناسبی است که تلاش کنیم پدرانی از قبیل آقای آریایی نژاد و همچنین آقای کردفشاری در واقع ترویج بشن و این الگویی بشه برای بسیاری از پدرانی که دهنبین هستند و متاسفانه با این دهنبینیشون بعضی موقع باعث جنایت فجیع میشن. به هر حال گمان من اینه که خیلی راحت نگذریم از این فداکاری پدرانی مثل آقای کردفشاری و پدر یاسمین. ممنونم. بله، من درسته. در واقع در خیلی از خانواده ها گزاره هایی مثل اینکه دنبال سیاست بری به هیچی نمیرسی، سیاست پدر مادر نداره و از این جور چیزها در واقع باب هست و از این طریق در واقع خب میترسونند، هم اینکه هم نهی میکنند از در واقع حضور فرزندانشون در خیلی از موضوعات اجتماعی، نه فقط سیاسی، حتی مسائل اجتماعی خودن. و خب این واقعا جای ستایش داره که در واقع پدران و مادرانی
همچون پدر و مادر سبا و یاسمن هستند که دوشا دوش فرزندانشون هستن و مادرانی که همراه فرزندانشون در زندان هستن، با وجود همه مشکلاتی که وجود داشته، ما میدونیم هم خانم راحله احمدی هم خانم منیره عربشاهی چقدر ناراحتی جسمی داشتن، چقدر در واقع احتیاج به درمان داشتن، چند بار جراحی های انجام دادن ولی هنوز دوره درمان کامل نشده، دوباره برگردوندنشون به زندان. و خب این که با همه این مشکلات نه تنها در واقع سرخم نکردند و حاضر نیستند که از راهی که رفتند برگردند، ما در نامه هایی که در واقع ارسال میکنند و از زندان می‌نویسند مشاهده میکنیم که چقدر شجاعتر شدند و چقدر توجهشون به موضوعات اجتماعی بیشتر شده، چقدر همونجا در همون محیط زندان تاثیرگذار هستند و در سازمان در ساماندهی کتابخونه زندان، در ارتباط با زندانیان عادی، چون اکثرا در مورد این عزیزان اصل تفکیک جرایم رعایت نمیشه و با زندانیان عادی نگهداری میشن، جرایم عادی و بعضا خشن، و اونجا در واقع میتونن باز روی اون آدم ها هم تاثیرگذار باشن و درد اون آدم ها رو انعکاس میدن. و من یادمه که در یک از نامه ها چقدر در مورد مشکلاتی که اون افراد دیگه ای که برای به هر نحوی به زندان میان نوشته بودند و بیشتر از این که تمرکز به این داشته باشن، به موضوع خودشون داشته باشن، تمرکزشون باز در اونجا هم روی کمک به دیگران هستش. خانم کولیوند رو میشنویم، بفرمایید. درود به همه عزیزانی که توی این اتاق هستم. ابتدا به ساکن، من اومدم بالا حرفی که آقای آریانی زدن از خواهرمون منیره عربشاهی روی من خیلی اثر گذاشت، که بیمارستان طرف مقابل بهش گفته که زندانی سیاسی یعنی چی یا کیه. اومدم بهتون بگم آقای آریانی، از طرف خودم به خواهر عزیزم خیلی درود میفرستم، سلام منو برسونید. و به شما دوست داشتم اینو بگم که دلتون رو خوشبختانه اینجا، یا نمیدونم جای خوشبختی یا جای تاسف، زندانیان دهه 60 حضور دارن، خانم مرسد قائدی و خانم روش، لاقل این دوتایی که من میشناسم. دلتون رو بذارید پیش دهه 60 ها که هیچ صدایی هیچی نبود، هیچی، چون سالها من متاسفانه زندانی داشتم و میدونم خانواده‌های زندانی چه عذابی رو متحمل میشن، مهم نیست کدوم دهه. این نگرانی‌ها، استرس‌ها، رفت آمد‌ها، توی راه چه اتفاقاتی میفته و همینجوری چیزایی که هممون میدونیم، تکرارش نکنم. میدونم به شما و آقای کردافشاری و بقیه پدر مادر رو بسیار سخت میگذره. من فقط اومدم ابراز همدلی کنم. هر وقت که عمیقا دلشکسته میشین، که حق مسلمتونه و من این دلشکستگی رو درک میکنم، چون یادمه فقط بهتون بگم دهه 60 هر وقت تهدید میشدم تو دعواهای شخصی، میگفتن لود میدیم که شما زندانی داری، مثلا کمونیستی، فلان، بیساری. ببینید این چیزها رو هم همه دوران ها ما داریم متاسفانه. فقط دلتون رو بذارید پیش دلهایی که صداهایی که هیچ وقت کسی صداشون نمیشد. ممنونم از آقای طواف برای این اتاق خوب، برای توانا، به ویژه آقای، من عذر میخوام دونه دونه اسم نمیبرم چون نمیخوام وقت اتاق بیش از این بگیرم، به طور ویژه آرش جان صادقی و آقای داوودی، من واقعا صمیمانه سپاسگزارم که شما ایران هستید، مثل من در اروپا نیستید با امنیت بشینید حرف بزنید، میایید و صدای زندانی رو به گوش همه ما و مردم دنیا، اگر چه شاید حرفای همه ما یه بخشش تکراری باشه، ولی لازمه این گردهمایی دور هم بودن. من به طور ویژه‌ای از تک تک افرادی که اینجا هستن و صحبت کردن تشکر میکنم، آقای مجید، خانم مرصدق و سوده عزیز و خانم گل، همه ممنونم. مزاحم نمیشم چون میدونم که وقت بستن اتاق هست. سپاس.
از شما خیلی سپاسگزاریم و ما با وجود دوستانی همچون شما دلگرم میشیم و عزیزانی که الان در این اتاق حضور دارن. روز و شبتون خوش، براتون روزهای خوبی آرزو میکنم و امیدوارم که کشورمون آزاد بشه. با همرسانی، کامنت و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید. دکمه سابسکرایب یادتون نره.